با سپاس از همراهی شما مشروع اخبار وزیر دفاع پیشین حکومت و مشاور کنونی خامنه ای لازم باشد کودتای نظامی می کنیم. سپاهی حسین دهقان وزیر دفاع پیشین که اکنون مقام مشاور امور نظامی را برای خامنه ای دارد به سراحت هشدار داد که اگر حکومت در خطر فروپاشی قرار گیرد نیروهای مسلح به کودتای نظامی دست خواهند زد این سخنان در حالی بیان می شود که فرماندهان ارشد پیشین سپاه پاسداران از همکنون خود را برای تسلط بر کرسی ریاست جمهوری در انتخاباتی که قرار است سه ماه دیگر برگزار شود آماده می سازند. سپاهی حسین دهقان در سخنان هشدار دهنده خود در این زمینه گفت اگر از همگسیختگی ایجاد شود سپاه پاسداران کودتا می کند. حسین دهقان مشاور نظامی علی خامنه ای در گفتگویی با روزنامه الاخبار لبنان در تاکید بر حضور نیروهای سپاه در سیاست به عنوان عناصر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گفت ما آماده ایم اگر در کشور از همگسیختگی ایجاد شود سپاه پاسداران برای بازگرداندن نظم به جامعه کودتا می کند. دهقان در ادامه افزود در هر کشوری اگر چنین باشد معمولا نظامیان کودتا می کنند تا بتوانند نظم را دوباره به کشور بازگردانند اما درباره ایران فرق می کند چرا که از نظر اجتماعی و سیاسی آنقدر مقتدریم که نه تنها علا رغم تمام مشکلاتی که دشمنان داخلی و خارجی علیه آن ایجاد کرده اند خود را حفظ کرده بلکه در مسیر پیشرفت هم قرار دارد وی در این حال گفت البته ایران دچار از هم که نیازمند حضور نظامیان باشد نیست مشاور نظامی خامنه ای همچنین حضور نیروهای سپاه پاسداران در سیاست را مورد حمایت قرار داد و افزود نیروهای سپاه صرفا نظامی نیستند و عناصر سیاسی اجتماعی و فرهنگی هم محسوب می شوند که مورد تایید مستقیم رهبری هستند آنها به درون جامعه نفوذ کردند و در همه زمینه ها حضور دارند دهقان در ادامه گفت به همین دلیل سپاه پاسداران می توانند در سیاست برود کنند وی در ادامه درباره قابلیت های گفت پیش از این هم اعلام کردیم که هر جا تهدید جدی علیه حکومت ایران وجود داشته باشد خود را برای مقابله با آن تجهیز می کنیم برد موشک ما تا جایی خواهد بود که تهدید وجود داشته باشد و محدودیتی در برد موشک نخواهیم داشت دهقان در ادامه در واکنش به اظهارات حسام آشنا مشاور روحانی درباره اجرای گام به گام تعهدات هسته ای از سوی ایران و آمریکا ضمن رد اجرای کامل تعهدات گفت زمان بندی هنگامی معنا دارد که آمریکا تمام تحریم ها را متوقف کند چند روز پیش روزنامه ی الاخبار چاپ بیروت گفتگویی با آشنا را منتشر کرد که در آن مشاور روحانی موضع بازگشت همزمان ایران و آمریکا به برجام را که پیشتر از سوی ظریف مطرح شده بود تایید کرده بود وی گفته بود موضع ظریف در چارچوب توافق هسته ای و کمیته حل اختلاف آن بود و علاوه این موضع بیشترین امتیازی است که ایران میتواند برای پذیرفتن بازگشت همزمان به تعهدات خود ارائه دهد آشنا هم همچنین در این گفتگو اتحادیه اروپا را مرجع راستی آزمایی برای این بازگشت همزمان معرفی کرده بود. روسیه ایران را از میادین نفت و گاز سوریه اخراج کرد. منابع مطلع مخالفان سوری اعلام کردند مسکو در راستای سیاست مهار ایران و کاهش نقش نظامی و اقتصادی تهران در سوریه، نیروهای شبه نظامی ایران را از تمام مناطق سوریه که حاوی میادین نفت و گاز است، اخراج کرد. در چارچوب رقابت بین دو طرف، نیروهای روسی شبه نظامیان ایرانی را از دو میدان نفتی و گازی در همه شمال شرقی سوریه اخراج کردند. به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای شرق، نیروهای لشکر پنجم روسیه روز شنبه 13 مارس پس از چند ساعت عملیات آرام شبه نظامیان فاطمیون وابسته به سپاه پاسداران ایران را از مناطق حاوی میدانهای نفت و گاز سوره اخراج کردند و تمام این مناطق را تحت کنترل خود درآوردند روز جمعه نیز ارتش روسیه میدان گازی توینان در منطقه اطبقه را به کنترل خود درآورد دو هزار بشکه نفت در روز گفته نیست که در میدان نفتی از روزانه حدود دو هزار بشکه نفت تولید می شود و این میدان نفتی پیش از قیام مردم سوریه در سال 2011 روزانه 6000 بشکه تولید داشته است. میدان نفتی توینان که بیشتر تحت کنترل ایران و با نظارت شرکت هسکو بود، روزانه حدود 3 میلیون متر مکعب 60 تون گاز خانگی و 2000 بشکه میعانات دیگر سوخت تولید می‌کرد. مناطق شرقی بادیه ی سوریه به ویژه در استانهای دیر و زور در مرزهای عراق و ترکیه از مهمترین میدانهای نفت و گاز سوریه محسوب می‌شوند. بیشتر این مناطق از جمله میدان رومیلان و میدان های و اتنگ ات در ی استان دیروزور تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک است. الحسیان و الحمار مناطق تحت کنترل ایران سال گذشته مقامات رژیم سوریه به القاترچی یکی از مافیاهای قاچاق و دور زدن تحریمها که به رژیم اسد وابسته است اجازه دادن قراردادهای جدیدی در زمینه تولید نفت، سرمایه گذاری گاز و توسعه شبکه های حمل و نقل استراتژیک از غرب عراق به غرب سوریه و در دریای مدیترانه منعقد کنند. این قرار شامل معافیت ها و امتیازات ویژه برای شرکت های روسی و ایرانی بوده است پس از نزدیک یک سال نیروهای روسی که در سوریه مستقر هستند سرمایه گذاری میدان های نفتی اتیم و الور در استان دیروزور زور را به آروادا سپردند شرکت آروادا مالک پالایشگاه های صافه برای تصویه روغن سنگین و پالایش نفت از ساحل است این شرکت پس از جلسه ای که در فرودگاه نظامی دیروزور بین افسران روسی و حسام قاطرچی تاجر و قاچاقچی سوری برگزار شد قرار شد قراردادی پنج ساله با روزها منعقد کرد روسیه تنها دو میدان نفتی الحسیان و الحمار در منطقه بوکمال را در اختیار ایران قرار داده است گفته است که حضور نظامی ایران در سوریه از زمان ورود روسیه به خط بحران به پرونده ای نگران کننده پردردسر برای مسکو تبدیل شده روسیه به دنبال محدود کردن نقش ایران و برخی ماموریت نظامی مشخص است اما ایران تلاش می کند که از وجود خود در سوریه برای ترویج افراط شیعی و تغییر بافت مذهبی برخی مناطق سوریه فعالیت کند. هشدار درباره مشکل کم آبی در تابستان 250 شهر ایران با تنش آبی روبرو می شوند. معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب به کشور می گوید که ایران به دلیل افت بارندگی در سال جاری تابستان 1400 با مشکل کم آبی روبرو خواهد شد و بر این اساس تعداد شهرهای دارای تنش آبی به 220 تا 250 شهر افزایش خواهد یافت. بر اساس آخرین آمار وزارت نیرو میزان با در کشور طی 11 ماه سال جاری خورشیدی 38 درصد نسبت به پارسال و 29 درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش داشته است. البته دولت با کاهش تولید برق آبی توانسته است تا حدودی مانع از تخلیه آب سطح شود. موضوعی که بنابر آمارهای وزارت نیرو باعث شده که تولید برق آبی کشور در فاصله ماهای فروردین تا پایان بهمن امسال نسبت به دور مشابه پارسال بیش از 28 درصد کاهش یابد و واردات برق کشور نیز بیش از دو برابر شود بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا حمید رضا کشفی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور روز یکشنبه 24 اسفند گفت پارسال بیش از 25 درصد از آب بدون درآمد مصرف شده است که از این میزان 13 درصد هدررفت ظاهری 11 درصد هدررفت واقعی و 1.4 درصد مصرف مجاز بدون درآمد است او بخشی از علت را فرسودگی شبکه آب عنوان کرد و گفته است در حال حاضر 24 درصد طول شبکه آب کشور 24 درصد طول شبکه آب کشور بالای 25 سال عمر دارد که درصدی از آن فرسوده است هر سال 20 درصد طول شبکه هر سال 20 درصد طول شبکه باید بازسازی شود که این اتفاق نمی زیرا شرکت ها نمی توانند بهای خدمات تمام شده را از مردم بگیرند بر اساس آمارهای وزارت نیرو هزینه تولید آب در ایران تقریبا دو برابر متوسط قیمت فروش آب است ورود شهرهای جدید به تنش آبی در حالی است که طی سالهای گذشته با های سنگینی در برخی از مناطق کشور اتفاق افتاده و بسیاری از شهرها و روستاها زیر آب رفتند اما زیرساخت های لازم برای مهار آب و استفاده از آن وجود ندارد برای نمونه در حالی که استانهای جنوبی کشور از جمله خوزستان که منو بر گزارش مجلس 800 روستای آن با تنش آبی مواجه است طی سالهای گذشته با مشکل سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی مواجه مواجه بوده ماه امسال سیل بیش از هفت استان ایران را درگیر خود کرد و در دو استان بوشهر و هرمزگان دست کم هفت نفر جان خود را از دست دادند و هزار و دویست خانه در خوزستان زیر آب رفت آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد بیشترین افت بارندگی در مناطق شرقی کشور اتفاق افتاده و میزان بارندگی به یک پنجم پارسال سقوط کرده آقای کشفی همچنین گفته شیوع کرونا در کشور مصرف آب را افزایش داده به طوری که در برخی مناطق تا چهل افزایش مصرف رخ داده است